سلام، من سامان اربابی ام، اینم هست برنامه آنتن. با سلام و تهنیت به محضر دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج و طلاق، با تسلیت به مناسبت سالگرد خاموشی ستاره دنبالدار حالی، در معیت شما هستم. مهمترین عناوین خبری: آیت الله جنتی در بیانات مهمی در نماز جمعه این هفته از درگیری همه خبر داد و گفت قوه قضاییه، قوه مقننه، دولت همه درگیرند، در رأس هم مقام معظم رهبری. دکتر سید محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان و نزدیکتر به رهبری، در نامه‌ای شدید اللحن خطاب به صادق لاریجانی گفت از نقض قانون اساسی در قوه قضاییه نگرانم. رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این نامه سرگشاده گفت آیا دغدغه شما واقعا صیانت از حقوق اساسی مردم است؟ که ترجمه آن به زبان معمولی می شود جدن اوه اوه، برو پی کارت خالی بند. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای به مزاح و شوخی تاکید کردند این حقیر خودش توی زمینه کارشناسه. این حقیر خودش توی زمینه کارشناسه. بالاخره ما هم توی بخشایی مختصر کارشناسی داریم. این نظر کارشناسی در مقابل این نظر کارشناسی دیگه ممکنه قرار بگیره. خیلی خوب، دوتا نظره دیگه، دو تا نظری کسانی که میخوان انتخاب کنن انتخاب کنن. لازم به ذکر است از سرنوشت کسانی که از بین این دو نظر کارشناسی آن یک نظر را انتخاب کرده اند هنوز خبری در دست نیست. دکتر سید محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، در دیدار با یک نفر در سخنان بسیار مهم، ضمن تاکید بر ندادن دست وزیر امور خارجه، گفت اینجوری نبود. اینجوری نبود، من بیشینم بعد بدم دست وزیر خارجه. دکتر احمدی نژاد در حالی که صاف صاف به دوربین زل زده بود، بدون اینکه پلک بزند گفت به خدا. به خدا این دولت پاکترین دولتی که تاریخ کشور پاکترین. این گفته حتی باعث شگفتی خود ایشان شد. دکتر احمدی نژاد در ادامه، در حالی که معلوم نبود دارن شوخی میکنن یا راستی راستی مردم رو سر کار گذاشته، افسود ما میگیم مردم عدالت پاکی، رانت نباید باشه، تقلب نباید باشه، دروغگویی نباید باشه، پدرسوخته‌بازی نباید باشه. همچنین دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور اصلح‌تر مقام معظم رهبری، در این سخنان افسودند من اعتقاد ندارم که کسی بر کسی سیطره داره. حتی حکومت اسلامی سیطره نیست، جای مردم ما تصمیم نمیگیریم. این نکته کلیدی سا. من جای یه جوون نباید بشم تصمیم بگیرم. ما با راه نشون بدم، او باید انتخاب کنه. اگر انتخاب کرد ارزش داره. البته اگر انتخاب هم نکرد میبریمش کهریزک، براش با 63% انتخاب میکنیم. در پایان، دکتر احمدی نژاد امسال را سال آخر ریاست جمهوری خود ندانست و اشاره کرد تا ملت هست، مردم در خدمت دولت ایشون هستند. چون یه سال بیشتر از دولت نمونده دیگه. از کجا میدونی شما؟ دولت ملته، یعنی ملت هم همیشه هست. متنی داره خبرگان و حاشیه ای، متنش دو وظیفه است، یکی انتخاب رهبره که امیدواریم تا ده ها سال ما نیازی به این انتخاب نداشته باشیم و سایه مقام معظم رهبری همچنان بر سر ما تا انقلاب حضرت مهدی مستدام باشه، و دوم مراقبت بر این که رهبر واجد شرایط بماند که مسامحتن ازش تعبیر نظارت میشه. ببینید، در مورد مجلس خبرگان که تنها جاییه که مردم میتونن با آرای خودشون از طریق نماینده هایی یه جورایی در انتخاب رهبر نقش داشته باشن یا یه نظارتکی به رهبری بکنن، ایشون نظرشون اینه که این نظارت در قانون اساسی به خاطر مسامحه اشتباه نوشته شده و نظارتی در کار نیست.
و چون انتخابی هم در کار نیست، پس مجلس خبرگان در واقع کارکرد و خاصیتی نداره، چون نه نظارت میکنه نه انتخاب، و مثل مجلس شورای اسلامی و تشخیص مصلحت و بقیه دستگاه فایدهش برای مردم همون صفره. انتخابات مایه آبروس برای کشور. انتخابات مایه آبروس برای کشور، مایه افتخار است برای کشور. مراقب باشن همه که انتخابات مایه بی‌آبرویی برای کشور نشه. مسئولان مراقب باشین. وقتی مردم میرن اشتباهی رأی میدن به اون کسی که نزدیکتر نیست نظرش و اصلح‌تر نیست، اگر احیانا خواستین درستش کنین تابلو نکنین هم بفهمن بی‌آبرویی بشه. آقای طالب، آقای جنتی، آقا مشتبه، سرور جعفری و اینا، روی سخنان ایشون با شماست، جلو در همسایه آبرو ریزی نکنین آقای محترم. البته من و همکارانم در صدا و سیما آقای دکتر همه این بی‌آبرویی‌ها رو قبل و بعد از انتخابات خوب جمع کردیم، باعث شدیم سلامت انتخابات تامین بشه. البته سلامت انتخابات هم مسئله اساسی و مهمی است، منتها فرض ما بر این است که مسئولین کشور با وجدان اسلامی و الهی وارد میشن و انتخابات ما سالمه. فرض ما این است انتخابات سالمه. اشکالی داره؟ فرض کنیم الان مشکل گرونی نداریم، فرض کنیم همه خوشحالن، فرض کنیم همه از نظام مقدس راضین، اصلا فرض میکنیم ما بهترین مسئولین دنیا رو داریم، تیم فوتبالمون هم 60 دوره قهرمان جام جهانی شده، آقای جنتی هم کاپیتانش بوده، فرض دیگه، اشکالی که نداره. حالا اینکه واقعیت چی بوده مسئله ایست علاحده که از حوصله این بحث خارجه. آقای دکتر، من فرض میکنم، از شما سپاسگزارم. ما الان خیلی آدم ها داریم مسئولن، یک بار در عمرشون قانون اساسی نخوندن، حتی مسئول رده بالا. من سوال میکنم میبینم نخوندن. مسئولین رده بالا قانون اساسی رو نخوندن، قانونی که در اون اختیارات رئیس جمهور مشخص شده و معلوم شده که رئیس جمهور طبق قانون اساسی چه کارهایی میتونه بکنه. رئیس جمهور طبق قانون اساسی میتونه تذکر قانون اساسی بده. خب من تذکر دادم، مسخره کردم. آجر مسخره. ولی واقعا رئیس جمهور قانونمدار و مردمی ما مگه چی میگه که این واکنش های منفی رو در بر داشته؟ قانون اساسی چی میگه؟ راجع به اینکه کسی دستگیر میشه، میگه ظرف 24 ساعت بعد تفهیم اتهام میشه. کجا دنیا همچین چیزی هست؟ بله، کجای دنیا همچین چیزی هست؟ 24 ساعته باید تفهیم اتهام کنیم. الان 34 سال ما 24 ساعته داریم تفهیم اتهام میکنیم. فهمیدی؟ ولی چرا قوه قضاییه نمیذاره رئیس جمهور در این مسئله دخالت کنه؟ ما دستگاه قضایی مستقل داریم، آیین دادرسی بسیار شفافی داریم. کسی تخلف کنه دستگاه قضایی رسیدگی میکنه. دستگاه قضایی مستقله، یعنی هیچ کس نمیتونه به قاضی دستور بده. من هم نمیتونم به قاضی دستور بدم. بله، این هم نمیتونه به قاضی دستور بده، چون دستگاه قضایی مستقله. اونها مسائلی با قوه قضاییه داره. قوه قضاییه در ایران مستقل هست. بله، چون دستگاه قضاییه در ایران مستقل است، رئیس جمهور نمیتونه سر به سرشون بذاره. طبق اصل 156 قانون اساسی، قبلا رئیس جمهور مسئول هماهنگی بود. ولی وقتی قانون اساسی در سال 68 به میل بعضی ها بازنگری شد، قوه قضاییه با رفتن 100% زیر نظر رهبری مستقل تر شد و طبق اصل 160 وزیر دادگستری که از طرف قوه قضاییه پیشنهاد میشه رابطه بین قوا اعلام شد. اگر قانون اساسی همه اختیارات رو در یک نفر متمرکز کنه که اون یک نفر رئیس قوه قضاییه رو انتخاب کنه و با انتخاب اعضای شورای نگهبان انتخابات مردم رو کنترل کنه و بعد با داشتن فرماندهی نیروهای نظامی یک نفری بتونه جنگ را بندازه یا کارهای دیگه‌ای بکنه، اون قانون ناکارآمد و ارتجاعیه. خوشبختانه مال ما نیست و میشه اینو حتی از مخالفان قانون اساسی هم پرسید. ازشون بپرسید خب این قانون اساسی که شما میگید که قانونیست ارتجاعی، کدوم یکی از این موادش ارتجاعیست؟ اولی که دست میذارن روی ولایت فقیه، اول دست اونجا میذارن. بله، اونجا دست نذارید.
فکر میکنم مقام معظم رهبری درباره این عدم اختلافی که بین مسئولین هستم یک صحبت‌های مهمی انجام دادن، هم در مورد مسئولین، هم آوردن اختلاف بین مردم و هم اختلافات بین مسئولین مضر، هم بدتر از اون کشوندن اختلاف میان مردم مضر. اینه من هشدار میدم به مسئولین و رؤسای محترم. من از این رؤسای قوا حمایت کردم، بازم حمایت میکنم، مسئولن، باید کمکشون کرد، اما هشدار میدم بهشون مراقب باشن. اختلاف بین مسئولین بد هست، ولی اینکه مردم بفهمن داستان چیه و اینا خیلی خیلی بده. به مردم ربطی نداره که حالا یه مسئولی قانون رو نقض کرده و اینا. ببینید، ما اگه میخواستیم مردم بدونن، خب جلوی اینترنت رو که نمیگرفتیم، پارازیت نمینداختیم به ماهواره ها، که روزنامه رو نمیبستیم، که روزنامه نگارا هم که اونجوری نمیکردیم. همه این کارا رو کردیم که مردم نفهمن. ایشون از این جور مسئولین حمایت کردن، بازم حمایت میکنن. نه اینکه این نامه‌نگاری ها خیلی مهم باشه، نه، 100 تا نامه بنویسن، کار خودشون رو بکنن. 100 تا نامه بنویسن، 200 تا نامه بنویسن، اصلا 400,000 تا نامه بنویسن، اصلا مهم نیست، کار خودشون رو بکنن. اختلافات رو به میان مردم نکشانن، چیزهای جزئی را مایه جنجال و هیاهو و استفاده تبلیغاتی دشمن و خوراک تبلیغاتی رادیوهای بیگانه و تلویزیونهای بیگانه نکنن. 100 تا نامه بنویسن، نامه اهمیتی نداره، نامه اهمیتی نداره، فاکس مهمه. بعدش هم این مسائل جزئی مثل سوء استفاده برادر رئیس قوه قضاییه و زمین‌خواری ایشون از اون طرف، اختلاس‌های چرب و چیل معاون اول رئیس جمهور از این طرف، از همه جزئی‌تر نقص مکرر قانون اساسی و اینا، مسائل جزئی‌اند، لزومی نداره مردم بدونن، مخصوصا تلویزیون‌های بیگانه. آخ از این تلویزیون‌های بیگانه، اینا از همه بدترن. نظرتون در مورد این سخنان چیه؟ از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم رو در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعا خیانت به کشور کرده. معلومه، خوشبختانه در انتخابات قبلی با احساسات مردم بازی نشده بود، اون اتفاق خیلی هم جدی بود، این دفعه هم همینطوره. اما پس از یک دوره غیبت طولانی که باعث از دست رفتن روحیه طرفداران و هواخواهان ایشون شده بود، آیت الله جنتی به صحنه نماز جمعه تهران بازگشت. محورهایی که میتونه ازج تهدید را به تبدیلش بکنیم و فرصتی محورها را پیدا بکنیم، به هر حال آقای جنتی در مورد حق قانونی مجلس در مورد پرسش از دکتر احمدی نژاد و طرح سوال مجلس از رئیس جمهور گفتند. سوال مجلس از رئیس جمهور در عین اینکه این حقیست، حق قانونیست، قانون اساسی هم اجازه داده، به جام هست، به مورد هم هست، چیز بدی هم نیست، خیلی جام لازمه، اصلش محفوظ. حس ژورنالیستی من اما میگه الان یه امایی، اگری، ولی چیزی میاد وسط. ولی حالا در این شرایط فعلی آیا تا چه مقدار مصلحته اینا خود آقایون فکر بکنن، من واگذار میکنم به خودشون. اصلش محفوظ، ولی حالا در این شرایط فعلی و سر زوری و روز تعطیلی و بعد از ولی ایشون به خودشون واگذار میکنن. و یادتون باشه وقتی ایشون به نماینده ها واگذار میکنند و نماینده ها کاری خلاف میل ایشون میکنند، اغلب برای اون نماینده عاقبت خوشی نداره. اما مشکل این سوال چیست؟ آیا این اقدام چه بهره برداری دشمن ازش میکنه؟ همون مسئله اختلاف بین قوا را اونا مطرح نمی کنند؟ بله، حتما مطرح می کنند. دشمن یا همون تمام کشورهای دنیا و سیستم‌های اقتصادی و رسانه‌های بین‌المللی و مردم منتظرن ببینن مجلس جمهوری اسلامی چطور از رئیس جمهور سوال نمی کنند و رئیس جمهور چطور با ادبیات خاص اونها رو جدن اوه. اینها البته همه در صورتیه که اگر رئیس جمهور به مجلس جهت پاسخگویی دعوت بشه. اگر احیاناً راغن قرار شد و دعوت شد رئیس جمهور، بحث جنگ و جدال نیست، بحث سوال واقعا. اما اگر ولی البته من معتقدم این سوال را میتونستن در جلسه خصوصی و جلسه غیر رسمی ازشون بکنن، سوال بکنن، جواب بگیرن. ولی حالا خصوصی میپرسیدن، یواشکی مجلس منتخب مردم از رئیس جمهور منتخب مردم سوال داره،
چه لزومی داره همه مردم بدونن؟ اگر سوالی دارن بهتر خصوصی بپرسن. سشت جلوی زن و بچه مردم. سخنان رهبر فرزانه محور اصلیش در مورد وحدتی بود که بین مسئولین موج میزنه، که از مشاوره بین رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور که نظرشون به رهبری نزدیکتره شروع شد و به طرح سوال مجلس از رئیس جمهور و حاضر جوابی رئیس جمهور کشید و بقیه کارهای مسئولین محترم. آقای دکتر، این کاری که مسئولین محترم کردن میدونیم که خیلی با ارزشه، ولی نمیدونیم چی هست. خوشبختانه مسئولین محترم قوا تجاوب کردند. این خیلی با ارزشه. خیلی با ارزش این تجاوب. مهم نیست که چی هست، مهم اینه که با ارزشه. مجلس میگوید میخواهد بپرسد، این احساس وظیفه است. دستگاه دولتی میگوید میخواهد با اعتماد به نفس پاسخ بدهد و از عهده پاسخ برمیاد که اینو به ما هم گفتن. این هم قابل تحسین است، هر دوی قضیه خوبه. لکن من معتقدم این دو نقطه مثبت تا اینجا انجام گرفته، از اینجا به بعد دیگه ادامه پیدا نکنه. همینجا تمام کنن قضیه رو، ادامه ندن قضیه رو، کشش ندن، همینجا چالش کنن، تموم شه بره پیکارش. مجلس میخواسته سوال کنه، خب این یعنی احساس وظیفه. دولت هم میخواسته جواب بده، این هم یعنی احساس وظیفه. همین که مسئولین انقدر احساساتی هستن خودش نقطه مثبت و کافیه. حالا اینکه سوال چی بوده چه فرقی داره؟ فوقش مجلس میخواسته از 200 میلیارد دلاری که از درآمدهای ارزی گم شده سوال کنه. اولا 200 میلیارد عددی نیست، فقط بودجه 2-3 سال کشوره. بعدم حالا این 200 میلیارد رو دکتر بهمنی و دکتر رحیمی و یا یه دکتر دیگه بالاخره یه جایی همینجا گذاشتن، پیدا میشه دیگه، لزومی به ادامه قضیه نیست. بله واقعا چه لزومی داره بعد از تجاوب با اون با ارزشی قضیه رو ادامه بدن؟ یک امتحان خوبی مجلس داده است، یک امتحان خوبی مسئولین اجرایی دادن. این امتحان امتحان خوبی بود. مردم هم با بصیرتن، مردم میفهمن، تشخیص میدهند. ادامه این کار همون چیزیست که دشمنان میخوان. یه امتحان خب مجلس داده، یه امتحان هم دولت. حالا اینکه ببینیم نمرشون چند شده تو این امتحان، این همون چیزیه که دشمنا میخوان. مگه شما برای نمره درس میخونی اصلا؟ این یعنی مدرک گرایی. و البته مردم هم با بصیرت هستن و یکی دوباری هم که بصیرتشون رو تو خونه جا گذاشته بودن، نیروی انتظامی بهشون یادآوری کرد و اون مشکل هم حل شد. امتحان کلا چیز مثبتیه، ولی نتیجه امتحان مثبت نیست. آقای دکتر، البته به قول شما این مدرک گرایی و کلیک کردن روی نتیجه امتحان به شلوغ شدن فضا کمک میکنه و همون چیزیست که دشمن رو شاد میکنه و این چیزی نیست که کشور به اون احتیاج داشته باشه. کشور احتیاج دارد به آرامش. همه مسئولین، چه مسئولین تقنین، چه مسئولین قضا، چه مسئولین اجرا، برای اینکه کار خود رو انجام بدن آرامش لازم دارن. مردم هم آرامش رو دوست دارن. ببینید معظم الله با همون درایت ویژه‌ای که مختص خودشون هست ترسیم میکنن هندسه فضای بهینه کار مسئولین رو. آرامش برای مسئولین بسیار مهمه، چون در صورت عدم آرامش نمیشه توقع داشت از مسئولین. شما دقت کنین، هر وقت اوضاع این مملکت خراب شده در موقعی بوده که عدم آرامش داشتیم ما، یعنی یا برهه زمان حساسی بوده یا ما به جای قرار داشتن در آرامش در پیچ خطرناک تاریخی بودیم یا یه چیزی از این قبیل، مثل این 30 سال. البته اینکه مسئولین ما چقدر در آرامش بهتر کار میکنن یه حقیقت ثابت شده است و همه به اون اذعان دارن. هرچی آرامش بیشتر بوده کارهای مسئولین هم بیشتر شده، مخصوصا مسئولین تقنین یا همون نمایندگان محترم مجلس بهتر به وظایفشون میرسن. اونچه که وظیفه مجلس بود انجام گرفت، دولت هم در مقابل اونچه که وظیفه مجلسه اعتماد به نفس لازم رو نشون داد. این هر دو طرف خرسند کننده است. از حالا من از اون برادرانی که اون مجموعه چند ده نفری در مجلس که این کار رو شروع کردن، از اونها من تقاضا میکنم قضیه رو تمام کنن. آقای دکتر، تجاوبتون در این مورد چیه؟ خب همونطور که میدونید فقط 19 دقیقه بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری نه تنها نماینده سوالو پس گرفتن، بلکه در 3 تا بیانیه مختلف بر ولایت پذیری خودشون تأکید کردن. ما تایم گرفتیم اینجا. از اون موقعی که اون چند ده نفر از تای مجلس بخوان بودن برن دم هیئت رئیسه
سوال رو پس بگیرن، بعد بیان با هم یه متنی بنویسن، توافق کنن، بعد این رو بدن به دبیرخونه تایپش کنه، بعد بفرستن خبرگزاری یا مخابره بشه، اگر نماینده ها همگی بن جانسون و کارل لوئیس و اوسان بولت هم باشن از 19 دقیقه بیشتر میشه. این عشق و اوج زوب شدگی در ولایت نماینده هاست که باعث میشه اینطوری رکورد بزنن. واقعا در این وضعیت علت سوال از رئیس جمهور چیست؟ مسئله مجلس با رئیس جمهور چیه؟ مسئله مجلس مثلا این ارز گران شده، علت سوال از رئیس جمهور برای چی بود؟ برای اینکه گفتن خب ارز قیمتش مرتبه تقریبا دو برابر و نیم شده. این کی مسئوله؟ وقتی وزیر اقتصاد میاد میگه من مسئولش نیستم، رئیس بانک مرکزی هم که نمیاد مجلس، نیومده مجلس، و اونم یه بارم که اومد صحبت کرد گردن این رو انداختن. خب از کی مسئوله؟ به طور تلویحی نگفتن به رئیس جمهور مربوط. ثروت مردم کم شده که کم شده، مگه ثروت به این چیزاست؟ یه حرف خیلی خوبی آقای دکتر کوچک‌زاده تو مجلس همین چند روز پیش زدن. ایشون با همون صدای گیراشون گفتن که سود زیستن در کنار اولیاء الله، همون مقام معظم رهبری رو، با هیچ دلاری نمیشه محاسبه کرد و مردم دارن سود این زیستن زیر سایه ایشون رو میبرن. این سود از اینکه قیمت دلار چنده خیلی با ارزش داره. در پی توضیحات قانع کننده سخنگوی قوه قضاییه در مورد علت طبیعی مرگ طبیعی وبلاگ نویسان در زندان، فرمانده نیروی انتظامی توضیحات قانع کننده تری دادن که باعث شد بیشتر من قانع بشم. با هم ببینیم. در ربات کریم اون بازداشتگاه یا تحت نظرگاه بازداشتگاه مصوب نبوده. توجه فرمودید؟ خب این البته قابل رسیدگیه. توجه فرمودید؟ خیلی ساده و منطقی. یک نفر بازداشت شده و به جای اینکه ببرنش بازداشتگاه، بردنش تحت نظرگاه که مصوب نبوده. خب این البته قابل رسیدگیه، ولی چیز طبیعیه در نیروی انتظامی که یه نفر بازداشت شه، به جای کلانتری یا بازداشتگاه یا همون تحت نظرگاه، ببرنش خونه سرکار استوار نگهش دارن، یا شاید یه خونه دیگه که امن باشه. این موضوع مکان قضیه حل شد. موضوع دیگه سر زمان اتفاقات این ماجرا است. یا اینکه چرا مثلا در روز تعطیل که نیاز زمان رسیدگی به پرونده هم نبوده، متهم رو از زندان اوین تحویل میگیرن و سه روزم پنجشنبه، جمعه و شنبه هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ تحقیقاتی هم صورت نمیگیره. خب سه روز تعطیل بوده، خواستن مامورین زحمتکش تعطیلی رو با زندانی بگذرونن، چه اشکالی داره؟ شما اگر در یک تحت نظرگاه غیر مصوب باشید، ترجیح میدید سه روز تعطیل رو تنها باشید یا با چند تا بازجوی پرکار که حتی روزهای تعطیل هم کار میکنند؟ چه فرقی میکنه؟ اینها دلیل بر هیچ چیزی نیست. اینا در واقع نوعی قصور و کوتاهیه، اما تقصیر نمیشه اسم اینا رو گذاشت. بله، هر کسی که دو کلاس سواد داشته باشه میدونه که قصور با تقصیر اصلا ربطی نداره، کاملا دو کلمه مجزا هستند. شما کسی که قصور میکنه رو میگید مقصر، نمیگید تقصیرشه که. پس این کوتاهی تقصیر کسی نیست و این هم یک امر طبیعیه. روز تعطیل در تحت نظرگاه غیر مصوب یک کوتاهی اتفاق افتاده که تقصیر کسی نیست. اما پزشکی قانونی حتما یه دلیل علمی برای این مرگ داره و به عنوان مرجع رسمی نمیتونه از خودش قصه ببافه یا داستانی بگه. مهمترین سناریو که اعلام کرده نظریه پزشکی قانونی همون شوک روحی روانیه. احتمالاً یعنی قطعاً در زندان اوین همون روزی که یک روزی که بوده به بهداری مراجعه کرده. احتمالاً یعنی قطعاً همون روزی که یه روزی بوده. این جمله به نظر من به تنهایی کافیه که ما این پرونده رو همینجا ببندیم. این اتفاق احتمالی که قطعی بوده و دقیقاً در همون روزی که یه روزی بوده اتفاق افتاده، نشون میده که سردار احمدی مقدم شفاف دارن حقیقت رو که یه روزی که همون روز بوده به رسانه‌هایی که احتمالاً یا اونجا بودن یا قطعاً اونجا بودن اعلام میکنه. این قطعیت در کلام سردار فلسفه دکارت رو واقعاً سهیچ میزنه. اونجا داروی آرام بخش برش تجویز کردن در زمانی که به در واقع تحویل پلیس فتا شده،
این دارو رو به دلیل اینکه نسخه همراهش نبوده و روزهای تعطیل هم بوده بهش جواز استفاده ندادن. توجه فرمودید؟ بله، هر کسی میدونه که برای استفاده از دارو نیاز به مجوز است و روزهای تعطیل هم این مجوز صادر نمیشه. برای همین هم هست که تمام مرگ و میرها در روزهای تعطیل اتفاق میفته. من برای شما پس روشن کنم که مکان مرگ یه تحت نظرگاه غیر مصوب بوده، زمان مرگ یه روزی بوده که همون روز بوده و علت مرگ هم نداشتن مجوز استفاده از دارو در روزهای تعطیل بوده. خوشبختانه این پرونده هم احتمالاً قطعاً به نتیجه رسید و من فکر می‌کنم همه کسانی که درگیر تحقیق در مورد این پرونده هستند به گفته‌های خردمندانه و نصایح مقام معظم رهبری که در این دو سه سال در هر سخنرانی تکرار می‌کنند و در واقع نسخه عبور از بحران‌ها هست دقت کنند. ما دیگه نباید خیلی چشم بدم قضیه را، از اینجا به بعد دیگه ادامه پیدا نکنه، همینجا تمام کنن. حالی جناب آقای محسنی اجهی قلوز هر چیز قربونت، اول اون قندون رو بذار کنار از دم دستت. من سامان اربابی هم و هر هفته یه تماسی با یکی از مسئولین میگیرم و سوال هایی که یه جوون ایرانی میتونه داشته باشه رو ازشون میپرسن. البته میدونم دو کلمه جوون و ایرانی توی لغتنامه شما چاپ نشده، ولی خب من کار خودم رو میکنم و شما بالاخره بله دیگه. چند وقت بود میخواستم به شما پست الکترونیه بزنم ولی شما سر شلوغ بود، یا درگیر دادگاه اختلاس کشی بودید، یا دادگاه ترور دانشمندای هسته‌ای، یا دادگاه های دیگه. اصولا شما همه دادگاه های مهم 15-16 سال اخیر رو یه نفری ختم به خیر کردید و باعث شدی تعداد مراسم ختم هم در کشور افزایش پیدا کنه، که خب این یعنی ایجاد شغل برای قربکن‌ها و مردشورا و بقیه پرسنل زحمتکش بی‌زهرا. ضمن اینکه برای زندانبان‌ها و شکنجه ببخشید، خیلی نظر خوب. بازجوها هم شما کم کارآفرینی نکردید. من تو هیچ کشوری ندیدم که یه نفر که تو کار گزینش ماموران اطلاعات و امنیت و بازجویی و نهایتاً وزیر اطلاعات که در جمهوری اسلامی معنی خاص خودش رو داره و فوراً آدمو یاد میکنست و اتفاقات زنجیره‌ای و میندازه و اینا، یهو بشه دادستان کل کشور که غایتاً باید یه آدم قانونمدار بی‌طرفی باشه. البته شما بی‌طرفیتون رو تو دادگاه آقای کرباسچی مبسوط نشون دادید و قبلاً هم علاقه به هموطناتون و مردم رو در فتواهای ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای نشون داده بودید. من جوانی کلاس شوتوکان می‌رفتم، استادمون کمربند مشکی داشت، بچه‌ها یواشکی صداش می‌کردن استاد مشکی، ولی خودش اگر میشنید یه چوتان سوتی میزد به طرف که یاروش دیگه فکر کلاس کاراته رو از سر بیرون میکرد. شما هم یه اسمی لقبی دارید، مثل اینکه عالی جناب بنفش، خاکستری، قرمز، چی بود؟ من اینا رو قاطی میکنم همیشه. البته هر کسی شما رو به این اسم صدا کرد شما هم از خجالتش خوب در اومدید. آقای عالی جناب محسنی اژه‌ای، هیچ وقت یاد پیروز دوانی میافتید؟ فکر نکنم. شما انقدر مشغله دارید که این دگر اندیشان و سرنوشتشون نباید خیلی خاطرتون رو مکدر کنه. شما به عنوان یک مقام امنیتی قضایی که تقریباً 30 سال در جاهای حساس حکومت مشغولید، خوشبختانه اعتقادی به خرافاتی مثل قانون، محاکمه عادلانه یا حق شهروندی ندارید. بله، شما با یه فتوا تمام پروسه بروکراتیک و طولانی شکایت و محاکمه و اثبات جرم و غیره رو دور میزنید و حق کسانی رو که به نظر شما لیاقت نفس کشیدن در این فضای باز سیاسی نظام مقدس رو ندارن در یک حرکت کیوکوشین میذاری کف دستشون. راستی شنیدم شما یه جایزه مهم بین المللی هم گرفتید. احسنت، اونم از سازمان ارتباط جهانی زنان. مرحبا، جایزه بین المللی چماق واقعا برازنده شماست. شما همچین تو قضاوت و دادستانی تبحر دارید و شدت عمل به خرج میدید که قاضی مرتضوی پیش شما دالای لاماست و باید جایزه عدم خشونت بهش بدن. شما خیلی برزیده به نظر میرسید، مخصوصا دندونهای قوی دارید. همچین این آقای سحرخیز رو توی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گاز گرفتید که پزشک قانونی دو هفته بهش مرخصی داد. البته پرتاب قندونتون هم بد نیست. Oh, that is huge. ولی مثل اینکه گاز گرفتنتون خیلی 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 بهتره. در حال شما حتما مایه افتخار نظام هستید دیگه. آفرین. حالا اینکه مردم چه فکر میکنن چه اهمیتی داره؟ خب دیگه آلی جناب جان، من کم کم رفع زحمت کنم.
شما هم به عنوان دادستان حتما سرت شلوغه و باید بری به داد مردم برسی. Good luck به مردم. خداحافظ.